دغدغه‌ای که اول فقط یک سواله و به تدریج به دغدغه تبدیل میشه. نگرانی ایجاد میکنه. استرس رو به زندگی فرد وارد میکنه. سوال خیلی ساده اما پرمفهوم و پرمعناست. آیا من برای پدر شدن آمادم؟ آیا من میتونم از پس مسئولیت های پدر شدن بر بیام؟ آمادگی برای پدر شدن چه المان هایی داره؟ باید به چه چیزهایی توجه کنم؟ من چه جوری میتونم تشخیص بدم که الان آمادگی پدر شدن دارم یا خیر؟ در چند ماه آینده که همسرم زایمان میکنه، من میتونم نیازهای او و فرزندم رو تامین بکنم؟ اینها همه سوالاتیه که از ذهن یک پدر در دوران بارداری همسرش میگذره. سوالاتی که خیلی هاشون با توجه به المان‌ها و موقعیت‌های مختلفی که در دور و برش هستند پاسخ مشابهی پیدا میشه براش، اما خیلی وقت‌ها هم به ایجاد استرس، سردرگمی و نگرانی میانجامه. استرس یک عامل جسمی یا روانیه که باعث به هم خوردن آرامش روانی و جسمی میشه. در بعضی موارد میتونه عملکرد فرد رو هم مختل بکنه. خیلی از رویدادهای زندگی میتونن برای ما هیجان ایجاد بکنن و در بعضی موارد برامون استرس‌زا باشن. تولد، مرگ، طلاق و جدایی، مشکلاتمون با همسرمون، از دست دادن شغل و حتی ارتقای شغلی و اجتماعی، همه و همه میتونن هیجاناتی رو در زندگی ما ایجاد بکنن که گاهی وقتا خوبه، گاهی وقتا بد و گاهی وقتا به مرز استرس و اضطراب میرسه. اولین سوال اینه که حس خود شما از پدر شدن چیه؟ احساس خوبی دارید یا خیلی نتونستید باش ارتباط خوبی برقرار بکنید؟ نگرانی های زیادی در این دوران ممکنه برای شما به وجود بیاد. مسئولیت های شما در آینده، وضعیت اقتصادی، بیکاری، وضعیت های اجتماعی مختلف، تربیت فرزند، حتی شرایط تحصیلی، همه و همه میتونند نگرانی هایی رو برای ذهن شما ایجاد بکنند. علائم جسمی که شما در زمان بروز استرس در خودتون مشاهده می‌کنید هم خیلی متنوعه. تغییر الگوی خواب یکی از اونهاست. زودتر خسته میشید. تغییرات گوارشی در بدن شما به وجود میاد. میل جنسیتون خیلی کاهش پیدا میکنه. سردرد میگیرید. درد رو در اندام‌های دیگه‌تون هم احساس میکنید. دچار عفونت میشید. سوء هاضمه، سرگیجه، ضعف، عرق کردن‌های زیاد، حتی سوزش و خارش رو در دست‌ها و پاهاتون احساس می‌کنید. گاهی وقت‌ها ممکنه مشکلات تنفسی به همراه استرس در شما ایجاد بشه. حتی گاهی وقت‌ها هم ممکنه مشکلاتی رو در ضربان قلبتون احساس بکنید. اینها همه علایم جسمی بروز استرس در شماست. اما غیر از این علایم، یک سری علایم روانشناختی هم برای استرس وجود داره. اگه تمرکز کافی ندارید، اگه مشکلات حافظه‌ای و فراموشی گرفتید، اگه مشکل در تصمیم گیری دارید، اگر ذهنتون مشوشه، اگه اختلال دارید در جهتیابی و حتی یک وقتهایی ترس و نگرانی سراغ شما میاد، بدونید شما به درجاتی از استرس و اضطراب دچار شدید. بعضی از اینها در رفتار شما نمود پیدا میکنند. ممکنه در اشتهای شما تغییرات محسوسی ایجاد بشه. یه وقتهای زیاد میخورید و یه وقتهای اشتهاتون خیلی کم میشه. یکی دیگه از علائم رفتاری استرس به مصرف زیاد نوشیدنی های مثل قهوه منجر میشه. افزایش مصرف سیگار رو باعث میشه و همچنین بیقراری و خود بیمار انگاری هم یکی دیگه از مشکلاتیه که در زمره علائم رفتاری استرس قرار میگیره. اما یک سری علائم هیجانی هم برای این وجود داره. علائم افسردگی، بیتابی و بیصبری، ترس و دلهوره و نگرانی و هراس و به هم خوردن ظاهر و حتی بهداشت روانی نامناسب، همه و همه از علایم هیجانی هستند. پدر شدن تجربه بی‌نظیری در زندگی هر مردیه. اما اگر از قبل برای اون آمادگی های لازم رو کسب کرده باشیم، آموزش ها رو دیده باشیم و بدونیم در موقعیت جدید و مسئولیت جدیدمون چه وظایفی بر دوش ماست و چگونه میتونیم از پس این مشکلات و وظایف بر بیاییم، به خوبی آینده رو پیش بینی بکنیم و بدونیم یک پدر در زندگی خانوادهش چه نقش هایی میتونه داشته باشه، اون مسئولیت ها وقتی برای ما روشن بشند، راه بروز و راه درست انجام دادن اونها هم برای ما مشخص و واضح میشند. فراموش نکنید این مسئولیت جدید با تمام مسئولیت های دیگه زندگی ما متفاوته. هرچند یک مرد مسئولیت پذیری رو در برهه های مختلف زندگیش تجربه میکنه، اما انگار این اتفاق متمایزیه، اتفاقی که تاکنون تجربهش نکردید و قراره با به وجود اومدن یک نوزاد شیرین و دلچسب به اسم فرزند شما ایجاد بشه. چند ماه آینده شما پدر بودن رو هم به مسئولیت‌های دیگه‌تون اضافه شده می‌بینید.
و اگه از قبل براش آماده نباشید ممکنه شما رو دچار تشویش و نگرانی بکنه. هرچه میزان آمادگی ذهنی و روانی شما در رابطه با مسئولیت پدر شدن و قبول این مسئولیت بیشتر بشه، راحت تر میتونید با اون کنار بیایید و راحت تر میتونید از پس مسئولیت هایی که در قبال اون برای شما ایجاد میشه انجام وظیفه بکنید. پس قبل از اینکه اتفاقی بیفته و شما درگیر نگرانی و ذهنیت های منفی بشید، اطلاعات خودتون رو بالا ببرید و سعی بکنید با مشورت با همسرتون ایده های اون رو برای یک همسر ایدئال پس از زایمان بپرسید، تا هم مسئولیت های همسر بودنتون رو بتونید به خوبی انجام بدید و هم از پس مسئولیت های پدر بودن بر بیاید.